تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است. در ضمیرت اگر این گل ندمیده است هنوز، عطر جان پرور مهر گر به صحرای نهادت نوزیده است هنوز، دانه ها را باید از نو کاشت. من دکتر فریبا شریفی، دارای دکترا در روانشناسی بالینی، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست در تو منطقه انسینو و لس آنجلس، در خدمت شما عزیزان هستم. تخصص من در درمان از طریق مشاوره، نورو فیدبک، EMDR و مایندفولنس برای درمان افسردگی، استراب، وسواس، PTSD و ADD می باشد. همچنین تست های شخصیتی و مشاوره قبل از ازدواج. با من با شماره تلفن 818-620-66-46 و یا ایمیل ادرس drfaribashareefi@gmail.com تماس حاصل فرمایید. درود بی پایان من بر تمامی شنوندگان عزیز برنامه راه زندگی. من دکتر فریبا شریفی هستم، روانشناس بالینی. امیدوارم که همه شما خوب و سلامت باشین و از خستگی روز گذشته باشین و الان راحت به برنامه امشب من گوش بدین. هم اکنون از طریق یوتیوب رادیو ایران به آدرس 670 AM KRIN هم میتونین هم شنونده هم بیننده برنامه ما باشید. بله عزیزان، من دکتر فریبا شریفی هستم، روانشناس بالینی، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست که در دو منطقه انسینو و لس آنجلس در خدمت شما عزیزان هستم. تلفن مستقیم من 818-620-66-46 و همینطور اگر اطلاعات بیشتری رو میخواین میتونین به وبسایت من هم سری بزنین، drfaribashareefi.com. من اکثر بیمه های درمانی PPO و همینطور بیمه مدیکر هم در آفیس های خودم قبول میکنم. امروز در مورد اختلالات شخصیتی یه مقدار به طور کلی صحبت میکنم و یه مقدار بیشتر راجع به اختلال شخصیتی وابسته Dependent Personality Disorder یکم بیشتر صحبتش میکنم و اگر هم یه وقت بیشتری برامون بود یه مقدار در مورد یکی دیگه از بیماری های شخصیتی یا شاید بیماری شخصیتی ضد اجتماعی یا Anti Social یه مقدار با هاتون صحبت کردم. اختلالات شخصیتی عبارتند از مجموعه ای از اختلالهای روانشناختی که ویژگی اصلی اونها اون رفتار خشک و غیر قابل انعطافه. این رفتارها میتونه به اشخاص آسیب برسونه چون مانع سازگاری اونها با زندگی روزمره و همینطور روابط اونها با دیگرانه و میتونه روی روابطشون با دیگران تأثیر منفی بذاره و بعضی اوقات حتی اونها رو مختل بکنه. همینطور که باز میدونیم شخصیت بیانگر اون دسته از ویژگی های فردیه که یک الگوهای ثابت فکری و عاطفی و رفتاری رو همراه خودش داره و این اختلالات شخصیتی بر چهار خصیصه، چهار دسته اختلال تعریف شده. یکیش پریشانیه، یعنی این افراد امکان داره که اون حالت پریشانی رو داشته باشن که تجربه ناآروم و زجر هیجانی یا جسمانی در زندگی هم گفته میشه که ممکنه به صورت متداول باشه، یعنی اون ناآرومی که فرد احساس میکنه. حالا این ناآرومی رو میتونه به ببخشید بله ببخشید میتونه به صورت اون
حالت هیجانی یا افسردگی یا استراب به خودش نشون بده یا به صورت‌های دیگه این اختلال رو ممکنه نشون بده. دیگه کاهش توانایی فرد در انجام امور روزمره‌اش که به طور کلی نتونه کارهاشو به نحوه مطلوب و دلخواه خودش انجام بده، واقعا نتونه به اون پتانسیالی که میتونه برسه. سوم، به خطر انداختن خودشون و همینطور دیگران با کارهای خطرناکی که ممکنه انجام بدن، که البته این روی انتای سوشال بیشتر دیده میشه و ناراحتی های دیگه هم همینطور. و معمولاً کارها و رفتارهای اونها از لحاظ اجتماعی و فرهنگی هم ممکنه غیر قابل قبول باشه. پس این 4 خصوصیت میتونه جزو خصایص فردی که دچار شخصیت مشکل شخصیتی داره باشه. اشخاصی که به اختلال‌های شخصیتی دچار هستن صفات شخصیتی ناسازگارانه دارند و این صفات‌ها اونقدر ممکنه در اعماق وجودشون و ژرفای شخصیتی اونها رخنه کرده باشه که برای هر گونه تغییری مقاومت میکنن. یعنی یکی از سخت ترین تغییرات در این افراد، یعنی خیلی سخت ممکنه خودشون رو از یک چیزی به یک چیز دیگه ای تبدیل کنن. و این اشخاص مبتلا به اختلالات شخصیتی خود و دنیای خودشون رو به گونه ای تفسیر میکنن که براشون به شدت ناراحت کننده است یا توانایی اون رو برای زندگی عادی خودش از بین میبره. این تجربه های ناسازگارانی اونها میتونه خودش رو از بچگی، کودکی، نوجوانی شروع بشه و به تدریج در همه جا یه روی زندگی فرد تأثیر مستقیم بذاره. این اختلالات شخصیتی انواع مختلف دارن و اندیشه و احساسات و رفتارهای شخص میتونه به نوع اختلالات اون تأثیر بذاره. گروه اول این اختلالات شخصیتی میشه پارانوید پرسونالیتی دیسوردر، اسکیزوید پرسونالیتی دیسوردر یا پارانوید شخصیت شکاک، که این گروه بهش گروه نامتعارف هم گفته میشه. گروه دوم اختلالات شخصیتی شامل شخصیت ضد اجتماعی، اختلال شخصیتی نمایشی یا همون هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر، اختلال شخصیتی مرزی بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر و همینطور اختلال شخصیتی خودشیفته است، نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر. چند هفته قبل در مورد اختلال شخصیتی خودشیفته و پارانوید به صورت مفصل صحبت کردم و گفتم امروز در مورد اختلال شخصیت وابسته صحبت بکنیم. این اختلال شخصیت وابسته معمولاً در زنان بیشتر دیده میشه. البته من دیدم مردانی هم که به این اختلال شخصیتی مبتلا هستند، ولی بیشتر در زنان دیده میشه. اون دلبستگی به دیگران ویژگی هستش که به طور طبیعی در همه افراد سالم اتفاق میفته. یعنی اگر که اون حالت دلبستگی رو ما با یک نفر دیگه داشته باشیم، اون فرد یک انسان سالمیه. و فردی که توان دلبستگی به دیگران رو نداره از آسیب‌های جدی رنج میبره، که باز باید برگردیم به کودکی فرد. اما اختلال شخصیت وابسته داستان دیگه ای داره. این دلبستگی هم مانند هر ویژگی انسانی میتونه در صورتی که از حد معمول و طبیعی خودش خارج بشه و از دلبستگی بگذره و به وابستگی تبدیل بشه، میشه گفت که فرد دچار آسیب شده.
و همینطور که گفتم نام دلبستگی رو دیگه بهش نمیشه گذاشت و اون رو بهش یک حالت وابستگی میشه تعریف کرد. در صورتی که این ویژگی فراگیر بشه و بیشتر شخصیت و رفتار فرد رو بگیره، به اون اختلال شخصیتی وابسته یا Dependent Personality Disorder گفته میشه. طبق تعریف DSM، دیکشنری روانشناسی و دیگر منابع روانشناختی، فردی که دارای اختلال شخصیتی وابسته هست، نیاز فراوون و افراطی به حمایت شدن داره و این نیاز اون شخص منجر به سلطه پذیری و وابستگی و ترس‌های جدایی ممکنه در شخص باشه. الان یک تعدادی از ویژگی‌های فردی که دارای اختلال شخصیتی وابسته است رو براتون میگم. این افراد ممکنه بدون راهنمایی و اطمینان بخشی مفرط دیگران در تصمیم گیری های روزمره دچار مشکل بشن و قدرت تصمیم گیریشون براشون سخت باشه. یعنی تایید کردن یک نفر دیگه باید براشون باشه تا بتونن اون تصمیم خودشون رو بگیرن. نیاز دارن که دیگران مسئولیت بیشتر زمینه های مهم زندگی اون افراد رو بپذیرن. این افراد ممکنه در ابراز مخالفت با دیگران به علت ترس از قطع حمایت یا تایید اونها دچار مشکل میشن. یعنی به طور کلی نگفتن براشون مشکله، به خاطر اون احساس اینکه اگر که من نبگم یا مخالف طرف مقابلم باشم، ممکنه اون فرد من رو طرد بکنه یا اون فرد من رو تایید نکنه. این افراد معمولا در شروع کردن و انجام کارها به تنهایی به علت اون عدم اعتماد به نفس و توانایی های خودشون مشکل دارن. یعنی سخته براشون کاری رو شروع کنن، میترسن. این افراد ممکنه برای کسب محبت و حمایت دیگران داوطلبانه انجام کارهایی رو بشن که براشون ناخوشاینده و واقعا دلشون نمیخواد که این کار رو انجام بدن. این باز برمیگرده به همون نگفتن ها. برای اینکه بخوان عشق و حمایت دیگران رو داشته باشند، دست به کارهایی میزنند که ممکنه واقعا خودشون نخوان. اون حالت مهرطلبی در این افراد زیاد دیده میشه. از اونجایی که باور دارن نمیتونن به تنهایی از خودشون مراقبت کنن، باز در تنهایی دچار ترس میشن و زمانی که رابطه عاطفی اون قطع بشه، به سرعت سعی میکنن که دنبال یک رابطه دیگری پیدا بکنند. یعنی تنهایی براشون سخته. وقتی یک رابطه تموم میشه، خیلی سریع وارد یک رابطه دیگه میشن که باز ممکنه مسائل و مشکلات خیلی زیادی رو براشون به وجود بیاره. دائما فکرشون درگیر از دست دادن رابطه و ترک شدن و در نتیجه تنها موندنه. اونها میترسن که مبادا زمانی فرا برسه که کسی مراقب اونها نباشه یا اون که کلن تنها بشن، برای اینکه اون توانایی رو در خودشون نمیبینن. و متاسفانه بیشتر این افراد وارد رابطه هایی میشن که طرف مقابل از اونها استفاده و سوء استفاده هم ممکنه بکنه. بله عزیزان، دکتر فریبا شریفی هستم، روانشناس بالینی، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، روانشناس فردی، خانوادگی و همینطور کاپل تراپیست که در دو منطقه انسینو و لس آنجلس در خدمت شما عزیزان هستم با قبول اکثر بیمه های درمانی و بیمه مدیکر. در مورد اختلال شخصیتی وابسته امشب با هاتون صحبت میکنم.
بله، این افراد ممکنه به خاطر اون اختلال شخصیتی وابستگی که دارن، یعنی اون حالت وابستگی که دارن به افراد دیگه، ممکنه درشون بروز افسردگی، استراب، حملات وحشت، فوبیا در این افراد خیلی زیاد دیده میشه. دلیل این موضوع اینه که اونها باور دارن برای زنده موندن احتیاج به حمایت دیگران دارن، بنابراین همواره اون استراب از دست دادن رابطه رو دارن و غم از دست دادن یا سردی رابطه برای اونها بسیار سخت و طاقت فرساست. بعضی از این افراد متاسفانه در رابطه های ابیوزیو، رابطه های خیلی بد که ممکنه خیلی مسائل و مشکلات رو براشون به وجود بیاره، میمونن برای اینکه نمیتونند اون سایکل رو بشکنند و از اون رابطه بیرون بیان. پس این افراد اون همچنین نشانه های بیشتری در مشکلات روانتنی، سایکوسوماتیک دیسوردر، این افراد خیلی دیده میشه، مثل سردرد، معده درد، کمر درد و غیره. این مشکلات روانتنی یا شبه جسمی در اونها به دلیل جلب توجه یا تأیید یا مراقبت گرفتن از دیگران هم ممکنه باشه. البته این کار رو به صورت این که یک کلکی در کار باشه نیست، واقعا این دردها رو این افراد ممکنه در خودشون احساس بکنن. پس این افراد از عزت نفس پایینی هم برخوردارن و انتقاد رو خیلی خوب قبول نمی کنن. اونها معمولا به دنبال دلایل خوشحالی در بیرون از خودشون می گردن و خوشحالی خودشون رو به اتفاقات بیرونی یه جورایی ربط می دن. همسر من امروز با من مهربون بود، پس من خوشحالم. و افرادی که دارای این شخصیت هستن، ملاکشون برای سنجش خوبی یا بدی، عمل کرده خودشون و نظر و باور دیگران هستش، یعنی اینکه اون نظر خودشون رو زیاد ملاک قرار نمیدن و نظر دیگران و تأیید گرفتن از دیگران براشون خیلی مهمه. افراد وابسته یک مهارت حل مسائل را کمتر در خودشون نشون میدن و در هنگام مواجه شدن با مشکلات اون تمایل به اجتناب و فرار رو دارن و ترجیح میدن که با مسائل و مشکلات مواجه نشن. اونها مشکلات رو یک فرصت برای رشد و پیشرفت نمیبینن، بلکه دردسری تلقی میکنن که باید از اونها همواره اجتناب بکنن. و افرادی که دارایش اختلال شخصیت وابسته هستن، خودشون در مقابل دنیا و مسائل اون ناتوان میبینن و باور دارن که اونها توانایی و مهارت مواجه شدن با دنیای خارج رو ممکنه ندارن. باز این دلیلیه که توی این رابطه های نامناسب و بعد ممکنه گیر بکنن و بمونن. بله عزیزان، من دکتر فریبا شریفی هستم، روانشناس بالینی، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست که در دو منطقه انسینو و لس آنجلس در خدمت شما عزیزان هستم. من کلاسی هم دارم که در روزهای سه‌شنبه از ساعت 11 تا 12:30 بعد از ظهر در شهر تارزانا اجرا میشه، که اگر اطلاعات بیشتری رو میخواین میتونین با من تماس بگیرین. شماره تلفن مستقیم من 818-620-6646 و همینطور با ایمیل ادرس drfaribashareefi@gmail.com هم میتونین تماس بگیرین.
به چند پیام بازرگانی گوش میدیم. بعد موضوع امشب ما در مورد اختلالات شخصیتی و همینطور اختلال شخصیتی وابسته هست. با ما باشین تا ساعت 10 شب. And 95.5 FM HD3 Radio Iran. هم اکنون شما می توانید برای رهایی از شر وام های دانشجویی خود با Goodbye Student Loan تماس بگیرید و با Student Loan خود خداحافظی کنید. Goodbye Student Loan 800-451-91-C. Goodbye Student Loan. Bye bye loan. Goodbye Student Loan. Goodbye Student Loan. Goodbye Student Loan. کردیت بد زیستن در تاریکی است. آرین اقبالی چراغ راه تاریکی است. رهایی از کابوس کردیت بد رویا نیست. آرین اقبالی نام مورد اعتماد جامعه ایرانی در رفع مشکلات کردیتی و ستل کردن وام های دانشجویی. دانش و تخصص همراه با آگاهی از قانون، سه شاخصه اعتماد به دفاتر آرین اقبالی و کادر مجرب کردیت ریپر اسپشالیست است. افزایش کردیت سکور و حل مشکلات کردیت و ستل کردن وام های دانشجویی در کوتاه‌ترین زمان. اولین متخصص و بنیانگذار ترمیم و تسهیل کردیت و ستل کردن وام های دانشجویی در جامعه ایرانی. دفاتر لس آنجلس، تارزانا، سان خوزه، گلندل و ایروان. 800-344-2254 344-2254 1-800-اقبالی آرین اقبالی. وقتی در مورد وام فکر می کنید، مطمئن شوید که در تیم شما متخصصینی با تجربه مثل رویا و فریبرز و کارمندان واجد شرایط آنها قرار داشته باشند. 818-539-5000 با رویا و فریبرز برای وام های ثابت، وام های متغیر، وام های دولتی و وام های ساخت ساز و ریفایننس تماس بگیرید. 818-539-5000 Service you count on, people you can trust. 818-539-5000 818-539-5000 آیا اخیراً پولی از ایران دریافت کرده اید؟ آیا می دانید بانک ها اخیراً به صورت گسترده تری پولهایی که از سایر کشورها وارد حسابهای بانکی در آمریکا شده اند را مورد بررسی قرار می دهند؟ برای بررسی پرونده و اطلاعات بیشتری در رابطه با قانونی بودن این مبادلات مالی با من مهنوش یزدانیار در یزدانیار لاو آفیسز تماس بگیرید. با بیش از 8 سال سابقه کاری در زمینه تحریم های اقتصادی ما می توانیم شما را یاری کنیم. 310-780-6360 چقدر زیباست وقتی یک پزشک با درایت و دانش خود سبب از بین رفتن درد و رنج بیمار می شود. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی جراحی های قلب و عروق سالهاست که در درمان اشکالات پای بیماران با استفاده از لیزر موفق بوده و آسودگی و نشاط را به آنها بازگردانده. سردبیر محترم مجله جوانان از تجربه شخصی خود سخن می گوید. من به عنوان یک ژورنالیست همیشه خود را مدیون و سپاسگزار دکتر سام ابراهیمی، دوست بسیار نازنین و پزشک عالی‌قدر می دونم که با یک عمل بسیار ساده، یک اقدام بسیار تخصصی تونست بیقراری پاهای منو که شبها خواب منو گرفته بود و صبحها برای نوشتن توانی برام نگذاشته بود از بین ببره و به همین مناسبت همیشه مدیونش هست. مشکلات رگهای پا توسط بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت میشوند، پس دیگر درد رو تحمل نکنید و همین امروز با یکی از متفای دکتر سام ابراهیمی در انسینو و گلندل تماس بگیرید. 818-900-2700 بله 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش داده یا از بین ببرد. آیا برای بازنشستگی آماده اید؟ آیا خودتان را برای پایین رفتن ناگهانی استاک مارکت در آینده محافظت کردید؟ آیا اطلاعات کافی در مورد انویتی‌های مختلف دارید؟ اگر شما 50 سال به بالا دارید، برای مشاوره مالی رایگان با من، دیوید کنانی، Independent Financial Fiduciary تماس بگیرید. 877-829-9227 877-829-9227 CBS Auto Body Shop با مدیریت دیوید ابراهیم پور مورد اطمینان شما با سرویس 24 ساعته 7 روز هفته با تیمی دلسوز بهترین سرویس را به شما ارائه می‌دهد. CBS Auto Body Shop با بالاترین امتیاز در یلپ و محبوب میان کمپانی‌های بیمه به ویژه فارمز اینشورنس. تلفن تماس در وقت اداری 818 765 5300 و بعد از ساعت 7 818 523 2600.
پلنت کانکشن روز پدر را گرامی می‌دارد. با عقد قرارداد و خرید هر کدام از سیستم‌های سولار، درب و پنجره، کولروف، ضمن دریافت 30% تکس کردیت بدون پیش پرداخت و امکان استفاده از تسهیلات فایننس از 5 تا 3 سال، یک تخت فرش اعلای تبریز به ارزش $1,500 به عنوان هدیه روز پدر دریافت نمایید. پلنت کانکشن بیاند دی پاور 818 722 6222. هیدری لا، مدافع شما. دفاتر وکالت سامان هیدری و همکاران در شهرهای لس آنجلس و لاس وگاس با یک تماس و بدون پرداخت هیچ پیش هزینه کیس پرسنال اینجوری و تصادفات شما رو براحت میگیرن. 818-818-0707. هیدری لا، مدافع شما از لس آنجلس تا لاس وگاس. 818-818-0707. 818-818-0707. HeyderiLawGroup.com. معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی. Retirement planning. برنامه‌ریزی مالیاتی. Tax planning. انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد. Transfer of wealth to next generation. حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو. اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری می‌کنیم. نیک کانی 1-800-861-0306. آیا تا به حال نواختن پیانو و اثر موسیقی را در روح و روان خود و فرزندان تجربه کرده اید؟ بیایید با ریحانه خلوصی فارغ التحصیل رشته پیانو پرفورمنس به این امر مهم بپردازید. ریحانه با بیش از 10 سال سابقه تدریس پیانو و تئوری موسیقی با مدرن ترین تکنیک ها آماده تدریس به شما می باشد. 818-512-2600 818-512-2600 عضو 08. Top House Democrats are reportedly at odds on whether to start an impeachment inquiry against President Trump. House Judiciary Committee Chair Jerry Nadler is pushing for the move, while House Speaker Nancy Pelosi is against it. Correspondent Manu Raju. He is in a very difficult spot because of his private view and the view among the growing number of members on the House Judiciary Committee who are publicly calling for impeachment. Now, I am told that Nadler has been supportive about those calls for an impeachment inquiry, saying those members, he's fine if they go public with it. Thousands, including a handful of surviving U.S. D-Day veterans, gathered at the Normandy American Cemetery to honor those killed in the pivotal invasion 75 years ago. President Trump addressed the crowd. To the men who sit behind me and to the boys who rest in the field before me, your example will never, ever grow old. On Wall Street, stocks closed higher with the Dow gaining 181. I'm Elliot. به رادیو ایران گوش میکنید. قلب جامعه ایرانیان. Since 1999, 95.5 FM HD3. زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است. تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است. در ضمیرت اگر این گل ندمیده است هنوز، عطر جان پرور مهر گر به صحرای نهادت نوزیده است هنوز، دانه ها را باید از نو کاشت. من دکتر فریبا شریفی، دارای دکترا در روانشناسی بالینی، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست در تو منطقه انسینو و لس آنجلس، در خدمت شما عزیزان هستم. تخصص من در درمان از طریق مشاوره، نورو فیدبک، EMDR و مایندفولنس برای درمان افسردگی، استراب، وسواس، PTSD و ADD می باشد. همچنین تست های شخصیتی و مشاوره قبل از ازدواج. با من با شماره تلفن 818-620-6646 و یا ایمیل ادرس drfaribashareefi@gmail.com تماس حاصل فرمایید. درودی مجدد خدمت شنوندگان عزیز برنامه راه زندگی. دکتر فریبا شریفی هستم، روانشناس بالینی، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست که در دو منطقه انسینو و لس آنجلس در خدمت شما عزیزان هستم.
تلفن مستقیم من 818-620-6646 و همینطور با ایمیل ادرس دکتر فریبا شریفی @gmail.com هم میتونین با من تماس بگیرین. اگر سوالی داشته باشین میتونین برای من مسیج بذارین، بهتون برمیگردونم، یا اگر سوال خیلی کلی تر باشه میتونم هفته یا آینده در برنامه جواب سوالهای شما عزیزان رو بدم. امشب در مورد اختلال شخصیتی وابسته صحبت میکنم با هاتون و بیشتر بازش میکنم و یه مقدار هم در مورد اینکه چه کار میتونیم بکنیم اگر که میبینیم که خودمون یا اطرافیانمون دچار این بیماری هستن. گفتیم پس اون احساس عدم کفایت در اونها منجر به وابستگی به دیگران میشه و این هم باعث میشه که اونها هر روز به توانایی ها و مهارت های خودشون بیشتر بیعتماد بشن و در این حال به جهت اینکه همیشه به دیگران متکی بودن اون مهارت های زندگی مستقل رو در خودشون ندارن، مثل حل مسائل مشکلات، قدرت تصمیم گیری و غیره رو بلند نیستن و یاد نمیگیرن و برای اینکه هیچ زمانی خودشون رو در معرض تجربه های جدید قرار نمیدند، این افراد ممکنه که اون اعتماد به نفسشون پایین باشه و کارهای جدیدی رو یاد نگیرن و انجام ندن به خاطر ترس اینکه نکنه من اشتباه بکنم. این افراد اون حالت شخصیت وابسته ایثارگری خیلی زیادش درشون دیده میشه، اون ایثارگری برای دیگران، ولی این ایثارگری اونها از ویژگی های خوب اخلاقی در اونها نیست، بلکه ناشی از اونه که دیگران نکنه در اگر که این ایثارگری رو انجام ندن نکنه که اونها رو ترک بکنن یا دوستشون نداشته باشن و به همین دلیل ممکنه که از خودشون خیلی بذارن توی یک رابطه. افراد وابسته باور به این که من خوب نیستم و تو خوب هستی رو دارند و اونها اون شخصیت توانا، دانا و پرقدرت رو در طرف مقابلشون احساس میکنن و ممکنه خودشون رو ضعیف، ناتوان و محتاج بدونن. دلایل ایجاد این اختلال شخصیت وابسته ممکنه دلایل فوق‌العاده زیادی باشه. حالا یه چند تاشو من به صورت تیتروار براتون میگم. یکی ممکنه اون یه مقداری پایه‌های ارثی و همینطور عوامل محیطی روی اون مؤثر باشه. کودکانی که در کودکی خلق و خوی محتاط، ترسو از خودشون نشون میدن، احتمال بروز این اختلال در بزرگسالی بیشتر دیده میشه. در این خانواده‌ها اختلال استراب، فوبیا، ترس و شخصیت اجتنابی بالاتره و ویژگی‌های خانواده‌های مستعد به شخصیت وابسته یکی حمایت و مراقبت بیش از اندازه والدین، یعنی این افراد ممکنه والدین خیلی کنترل گری داشته باشن و اجازه ندن که این بچه‌ها از خودشون استقلال داشته باشن. پدر مادرهای این افراد ممکنه بچه رو به اون استقلال تشویق نکنند و اون تعیین استانداردهای بالای زیادی برای این افراد، برای این بچه ها قائل بشن و این افراد، این کودکان به خاطر اینکه توجه پدر و مادر رو بگیرند مجبور میشن یک مانورهایی بدن. تأخیر شدن در موقعیت‌های اجتماعی و روابط فردی در نتیجه ایجاد دودلی درباره توانایی‌های خود،
که باز تکرار این تجربیات میتونه فرد رو به جایی برسونه که من توانایی انجام کارها رو ندارم. و متاسفانه شرایط فرهنگی هم شاید الان یه مقدار تفاوت پیدا کرده در این روزها، ولی این زنان رو تشویق به اون حالت وابستگی و اینکه محتاج باشند به دیگران میکردن. و اگر که برگردیم یه مقدار به چندین سال قبل، هنوز هم بعضی جاها دیده میشه دختری که حرف شنو بود، دختری که از اون خواسته های خودش صحبت نمی کرد، بچه ای که حرف پدر و مادر رو بدون چون و چرا قبول می کرد و هر کاری که دیگران می گفتند انجام می داد، یک بچه خوب تلقی می شد. در صورتی که می دونیم که این بچه ها ممکنه در بزرگسالی مسائل و مشکلات مختلفی رو داره باشن. حالا یه مقدار در مورد راه های درمان وابستگی براتون صحبت میکنم. باید مشخص کنین که در چه موقعیت ها و مسائلی به دیگران متکی هستین و در زمینه های مختلفی که به دیگران متکی هستین رو روی یک کاغذ بنویسین. ممکنه این خرید باشه، رانندگی باشه، کارهای اداری باشه، نوشتن چک باشه، درآمد باشه، موضوعات شغلی باشه. خلاصه این رو تعیین بکنین که بر چه چیزهایی شما وابسته به دیگران هستین. آیا در مورد موضوعات اجتماعی و ارتباط با دیگران و یا بیان نیازهای خودتون به دیگران وابسته هستین و اون نیازهای خودتون رو نمیتونین به درستی بیان کنین؟ آیا این وابستگی شما در مورد مدیریت امور خانه و تربیت فرزندانه یا به طور کلی در همه چیزه؟ وقتی این رو برای خودمون روشن کردیم، خیلی تکلیف خودمون یه مقدار راحت تر میشه. و اگر که به روانشناس مراجعه بکنین، خیلی راحت تر میتونه بهتون کمک بکنه. این البته این تکالیف نباید اونقدر سنگین باشه که از عهده اونها بر نیاین و نه اونقدر سبک که هیچ استراب یا فشاری رو در خودتون احساس نکنین. پس به خاطر اون اعتماد به نفس و حرمت نفس پایینی که این افراد دارند، باید باز یک کارهایی رو انجام بدن که اون حرمت نفس و اعتماد به نفسشون بالا بره. اقدام دیگری که باید انجام بدن اینه که آگاهی و مقابله با خطاهای شناختیه. افراد باید اون افکار شناختی و آگاهانه رو که باعث میشه که اون حالت وابستگی درشون به وجود بیاد رو شناسایی بکنن. افکاری مثل این که این موضوع خیلی سخته، از من بر نمیاد، شکست خوردن خیلی مشکله، اگر من یک کار اشتباهی رو انجام بدم خیلی بده. این افکار اشتباه افکاری هستن که از کودکی و نوجوانی ممکنه در ذهن شما جا گرفته باشه و اکنون شما اونها رو به عنوان یک حقیقت قبول دارین، در حالی که هیچ شاهدی برای واقعی بودن اونها نداره و شما به این دلیل این افکار غلط را برای خودتون نگه می‌دارین و سعی بر عوض کردنش نمی‌کنین. پس تغییر دادن اون خطاهای شناختی میتونه به ما کمک بکنه که بفهمیم این تصورات یا این افکاری که ما داریم در مورد خودمون ممکنه اشتباه باشه. برای مقابله با این افکار، اون مزایا و معایب این افکار رو روی یک کاغذ بنویسین. به طور مثال ممکنه که شما فکر بکنین که فردی که ناتوان و کم مهارت
هست اون خیلی راحت تر میتونه حمایت دیگران رو بگیره. اگر همچین باوری رو دارین، مزایا و معایب اون رو بررسی بکنین و ببینین که چی هستش. ممکنه مزیت باعث بشه که شما باز بخواین اون کار رو ادامه بدین، ولی وقتی سبک سنگینش بکنین خیلی این مسئله برای شما واضح تر خواهد بود. و این باور که من توانایی انجام کارها رو ندارم ممکنه باز به ما اجازه نده که اون کارهای جدیدی رو که دلمون میخواد انجام بدیم. لازم به تذکره که فرد وابسته توانایی‌هاش رو کمتر از حد واقعی اونها تخمین میزنه. بنابراین به خودتون یادآور بشین که اون توانایی‌هاتون بیشتر از فرض شماست. به خودتون بگین که این باورها یه غلط منه و خودم رو من باید تواناتر از اون چیزی که فرض میکنم بدونم. من باید توانایی ها و مهارت هام رو آزمایش کنم تا کم کم اون مهارت هام بیشتر بشه. برای اینکه من مثل همه انسان های دیگه لازمه اینه که من تجربه بکنم و از تجاربم یاد بگیرم. باور غلط افرادی که دارای این اختلال شخصیتی وابسته هستن اینه که فکر میکنن در صورت مستقل شدن تنها میشن و فرد مستقل فردی جدا و بدون رابطه است، در صورتی که میدونیم که اینطور نیست. پس اگر که این فکر و تفکر غلط هم در خودتون تغییر بدین، خیلی راحت تر میتونین زندگیتون رو بگذرونین. و این خطاهای شناختی ما رو به اون حالت صفر یا صد میرسونه، یا اینکه یا هیچ یا همه چیز، هیچ یا همه چیز، و این باز ممکنه که مسائل خیلی زیادی رو به وجود بیاره. دیگه اینکه یاد بگیرین که اون حس استقلال در خودتون رو تقویت کنین و اون مهارت‌های سگانه، یکیش بیان خواسته ها و نیازهای خودتون بدون ترس طرد شدن و نگفتن در زمانهایی که علاقه به انجام اون کارها ندارین و در نظر گرفتن اولویت ها و هدف های خودتون در زندگی. چه چیزهایی در زندگی برای شما مهمه؟ و قدرت تصمیم گیری. باید بدونین که توان تصمیم گیری شما نه کمتر و نه بیشتر از دیگرانه و باید بدونین که هر کسی امکان داره که اشتباه بکنه و شما ریسک اشتباه کردن رو بپذیرین و تمرین کنین تا به تنهایی و بدون تأیید طلبی و پرسیدن نظر دیگران تصمیم بگیرین. باید یاد بگیرین که به قدرت تصمیم گیری خودتون ایمان داشته باشین. یکی دیگرش قدرت حل مسائل پس از تصمیم گیری هستش، که وقتی که یک کاری اون گونه که ما میخوایم پیش نمیره، معمولاً ما اون حالت رو داشته باشیم که با اون مقابله کنیم، مشکل ها رو بررسی بکنیم و سعی کنیم بهترین تصمیمی که ممکنه در اون لحظه بتونیم بگیریم و بگیریم. و در روش حل مسائل باید ابتدا مشکل رو به طور دقیق تعریف بکنین، و برای اینکه بیشتر افراد خیلی این افرادی که به این مشکل مبتلا هستن براشون سخته که اصلا بدونن که راه حل چطوری به وجود میاد. پس از خودتون بپرسید مشکل چیه؟ از کجا شروع شده؟ چه کسانی در بروز این مشکل نقش داشتن؟ و در مرحله بعد تمام راه هایی که ممکنه بدون اون
قضاوتی درباره خودتون داشته باشین، به ذهنتون بیارین و در نهایت خوبی های هر روش رو بررسی بکنین و در نتیجه به اون نتیجه دلخواهتون برسید. البته این مسئله به این سادگی ها هم نیست. این مسائل و مشکلات شخصیتی خیلی عمیق تر از این روش هایی که من به صورت ساده براتون بیان کردم، ولی این یک راهیه، یعنی شما میتونین با این راه شروع بکنین و اگر که این افراد معمولا باید حتما یک روانشناس یا یک تراپیست باهاشون کمک بکنه که بتونن یواش یواش اون حالت اعتماد به نفس و حرمت نفس رو در خودشون بالا ببرند و بتونند اون تصمیمات زندگی خودشون رو تا حدودی خودشون بگیرن. حالا یه مقدار وقت داریم در مورد این کارهایی که من در آفیس های خودم انجام میدم. شاید هفته آینده در اختلال شخصیتی مرزی یا Borderline Personality Disorder با هاتون صحبت بکنم. الان دیگه وقتی خیلی زیادی نداریم، چند دقیقه بیشتر وقت نداریم. سرویس هایی که من در آفیس های خودم به مراجعه کنندگان هم میدم حالت فردی، خانوادگی و کاپل تراپی هستش. اگر از بیماری های استراب، انگزایتی، افسردگی، انواع اقسام اختلالات شخصیتی، سینگل فوبیا، ترس های کوتاه مثل ترس از آسانسور، رانندگی، هواپیما، همه اینها رو به وسیله شناخت درمانی و همینطور EMDR، Eye Movement Desensitization Reprocessing انجام میدم که واقعا برای درمان تراماهای مختلف خیلی خوبه. اگر حادثه بد و دردناکی در زندگیتون رخ داده، باهاش برخورد درست بکنین، برخورد سازنده بکنین و اون مسئله رو حل بکنین و خودتون رو از این زنجیرهایی که ممکنه دور روح و جسمتون کشیده شده باشه رها بکنین و اجازه ندین که اونها زندگی شما رو تحت تأثیر قرار بدن. الان راه‌های مختلفی هست، همینطور که گفتم شناخت درمانی، کاگنیتیو بیهیویر تراپی، EMDR، مایندفولنس، مدیتیشن، اینا همه کارهایی هست که میتونین انجام بدین و اون استراب، افسردگی، ترس رو و اختلالات شخصیتی رو تا حدود خیلی زیاد از خودتون دور بکنین. بله، شاعر میگه با نگاهی که در آن شوق برآید فریاد، با سلامی که در آن نور ببارد لبخند، دست یک دیگر را بفشاریم به مهر، جام دل هامان را مالا مال از یاری غمخواری بسپاریم به هم، بسپاریم به آواز بلند شادی، روی تو ای دیده به دیدار تو شاد، باغ جانت همه وقت از اثر صحبت دوست تازه، عطر افشان گل باران باد. شب و روزی سرشار از آرامش، عشق، زیبایی و سلامتی برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. تا هفته آینده پنجشنبه دیگر ساعت 9 شب، شب به همگی شما عزیزان خوش.